داسې نور مشرانو نه موږ دا تقاضا کوو، دا غواړو چې هغه خپله راسي او وضعیت له نږدې نه وڅاري. که د موږ هم مشکلات درونی او د خپل مملکت هغه پایداری او د خپل مملکت هغه په پښو درېدل غواړو، نو اول باید زراعت ته رشد ورکړو، ځکه چې موږ خپل زراعت ته ترقي ورکړو، ډوډۍ پیدا کړو، خپل خود کفا سو، بیا بل چاته لاس نه اوږدو، چا نه کومک بیا نه غواړو، ځکه موږ خپل هر څه عواید لرو. نو خپل مشرانو نه اول قدم کې دې موږ دغه تقاضا او دا هیلم داتې دا مو ته غوښتنه ده، دا مو حق ده د کندوز چې دوی باید موږ ته توجه وکړي، دا د موږ خپل حق ده، دوی نه یې غواړو. کندوز دا یو داسې ولایت ده چې تقریبا ټول افغانستان ته له دې ځای نه که غنم دي که وریځې دي، بلکې د موږ می او د موږ پخته له دې ځای نه هندوستان ته ځي، د موږ پخته له دې ځای نه دلته فابریکه موږ لرو، افتتاح موږ کړې، خارج ته ځي د دې ځای د کندوز پخته. نو الحمدلله موږ هر څه لرو، خو زموږ لاسنیوی دسګري ما مردوم ضرور است که ما مردومه کلانه و بزرگی خود دست بدی ها همکاری کنه، دیگه هر چیز ما داریم، ما مردمای فنی داریم، مردمای داریم که اونا الحمدلله خوب حوزله دار است. امروز ما به شما یک نقشه که ما در نظر داریم که این دوره پلان کنیم در پروژه ایجا نشان میتیم، امرای شما شریک میکنیم، معین صاحب، والی صاحب، که ما مردمی قوی داریم، ولی اکمال ما مردم ضرور است که شوه. اکمال او نظر از کلانه خود خواهانیم. کدام کارکردگی که ما مردم در امی بعد از فتوحات امارات اسلامی در ولایت خود کردیم با دستای خالی خود، او را پیش معین صاحب، پیش والی صاحب محترم، پیش کلانه و بزرگای خود عرض می داریم. با همکاری مؤسسه بنیاد صلح 515 جریب باغای قسم قسم میوه‌دار ما مردم در سطح ولایت قندوز غرس کردیم. 515 جربه میوه لرون که بیلابیل باغونه د قندوز په ولایت کې سه کالې ممکنه ول، چې د هغه 40% بودیجه د قان ورکړله او نور ټول د دغه بنیاد لخوا د زراعت په همکاري باندې دوی هغه کړل. دویم 100 جربه د انګورو چایله په ټول قندوز کې د زراعت د ریاست لخوا د هغه موسسې په همکاري باندې هغه جوړیږي، کار روان ده الحمدلله. څلور غټ ګرین هاوزونه د سبزیجاتو لپاره په څلورو ولسوالیو کې هغه جوړیږي، چې دا هم د خوندوزیانو لپاره دا د خوشحالۍ ځای ده. څلور غټ ګرین هاوزونه چې په هر یو ګرین هاوز باندې پزرها و دارل لگیگی، آقا با دی حقینو دی آقا لپاره دی سبزیجاتو لپاره دا جوریگی. دا هم دی دغا بنیاد صلحی دی موسی دی همکاریو پا نتیجه که دا کار من سر آورل سوی. او منگا لعویا میلون نزیاد از 70 میلون زیاد عواید ما در امی پنج ما از طریق مستوفیت با دی افغانستان بانک تسلیم رو بانی موینسه. 70 میلون در سال گذشته، در سال گذشته 11 میلیون، در سال گذشته حکومت قبلی 11 میلیون تمام سال. خو الحمدلله الشکر لله که در امی 4 ماه ما 70 میلیون و 100 لک روپی 700 لک روپی ما از ریاست زراعت از طریق مصرفیت به افغانستان بانک تسلیم کردیم.
شپک زرا دهاقینو تا منگ پسلور ولو سالوی که چردری علی آباد خان آباد او خلیزال که شپک زرا دهاقینو تا منگا کورت او سرا غنم 6000 دهاقین در چار ولو سالی قندوز چردره علی آباد خان آباد خلیزال بامکاری یک موسا ما تخمی بزری را و کود کیمیاوی را بلایوست تقسیم نمودیم. این هم از کارکردگی ریاست زراعت در همی چند ماهی تیر شده است. گپی مهم، مهم خبره پر طول قندوز که دی ولسوالی پر شمول بنده منگا اغاز مکه سی تنها دری زره و سو جرب از مکه پر مرکز از قلان و دغشا و خاسیمو که غصب سیو دام دی خلق لاسون لمنگولم را خلی دی حکمت بود جیت هم تاول کردیم. معین سای محترم 3400 جریب زمین خالی در اسقلان و منطقه بلوچا که در او جا زمین های حجی اوقاف هم از رئیس شتگیست خاطر قبرستان به اونا داده بودن. اونا را ما تثبیت کردیم اسکیج و کروکی کردیم حیاتا که در او تیم حیات ولایت قندوز هم شامل از قماندانی امنیه از شاروالی سه از پینزر از اینا در او تیم همکار هستند. ما تثبیت کردیم به حضور کلانا باز انشاءالله راجع میکنیم او ای به فرمان امیر المومنین به فرمان ریاست الوزراء ای ترتیب او ای کار روان است. دی امیر المومنین به فرمان بندی اغزمه کسی غصب سوی دی اغولو پار من گرد حیات تاکلی دی والی سی محترم په امر بندی نو په تقریبا ټول قندوز کې چې موږ کار کړی او اوس هم کار روان ده په ولسوالیو کې د ایمان صاحب په ولسوالۍ کې اوس دغه ټیم کار کوي. تقریبا موږ 15000 جریبه ځمکه په ولایت په مرکز کې خالی تثبیت کړې سه خلکو غصب کړې او هغه هم سکیج او کورک کړې نو هغه به انشاءالله بیا مشرانو ته وړاندې کوو. نو مهم کار او لاسته راوړنه د موږ یو له کارونو دغه په دې څلور میاشتو کې بل موږ د په تیرو کلونو کې د شرکت دولتي شرکت سی از پینزر په نامه یادیږي مخکې تصدی او شرکت سوی د دې ځمکې موږ سره وې په اجاره ورکولې د مشرانو په هدایت باندې دا موږ سږکال رسمن دوی ته تسلیم کړلې. په تعداد د درې زره یا کم و زیات ځمکه به یې په امام صاحب کې په مرکز ګورتیپه کې د دوی هغه ځمکه موږ سره وې دا رسما دوی ته تسلیم کړلې. دا بل لاسته راوړنې موږ په تحقیقاتو کې موږ د بخش تحقیقات ګندم در فارم ګندم ما ګندمه کښ کړم د تحقیقاتو فارم کې موږ د غنمو کرل د هستوي او مورني غنمو د تخم مونو د تولید په خاطر متین خان د حلوزلو او د هغه د خواریو په نتیجه کې موږ الحمدلله د غنمو تحقیقاتي فارم کې ښه کافي اندازه هستوي او مورني هغه تخمونه وکرل د تخمونو د تولید لپاره د زینتي بوټو او مسمد نیالګیو د قورې جوړول سي څلوېښت زره نیالګي په هغه کې شامل دي. موږ د کار لاندې نیولې او عملي کار بعضې خلاص سوی بعضې روان ده. دا به موږ ټول قندوز ته بیا عرضه کوو بلا عوضه دا به خلکو ته ورکوو زینتي او هغه بوټي. شپږ زره لیتره زماني تیل 6000 لیتر تیل زمستاني خاطرې باغه در تمامې ولسوالۍ قندوز ما توضیح کړیم. تیل زمستاني از مرکز به ما داده شده بود او را به شمول مرکز به تمام ولسوالۍ قندوز او را توضیح کردیم. ای دیگه کارنامه ریاست زراعت است. نو په آخر که بیا خپلو مشرانو ته د موږ مشران د موږ سرمایه دي دوی ته ښه راغلاست وایو او الله جل جلاله دې هر وخت دوی راولي. ولایت ده د زراعت په بخش کې توجه ورته پکار ده خصوصا معین صاحب دلته تشریف راوړی ده دوی نه دا هیله ده چې دغه ولایت ته دوی خاصه توجه وکړي.
ځکه دا یو زراعتي ولایت ده، د زراعت په بخش کې ډېر کارونه ضرور دي چې باید وسي. بعضې مشکلات دي، د موږ پیشنهاد ده هغه دا ده، دلته څه پروژې دي نیمه کاره پاتې دي، د دو کار تکمیل سي، ورسره دغسې نوې برنامې او پروژې دلته راوړل سي، کار باید وسي. نو په دغه بخش کې هم معین صاحب توجه غواړو. ورسره بعضې فامریکې دي دلته مخکې نه جوړې شوې وي، اوس د هغو کارونه دغسې شنډ دي، فعالیت نه لري. په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي، نوې فامریکې جوړې سي، کمې فامریکې د مثال په توګه په مرکز کې یوه د لبنیاتو فامریکه ده، هغه اوس شنډه ده، د دوی کارونه بیرته روان سي، فعال سي. دا به یو زمینه د کار دغه ولایت خلکو ته هم پیدا سي. انشاءالله دغه کم مشکلات سي دي، کم بحران سره سي اوس مخ یو، دغه نه به موضوع. او ورسره بعضې ولسوالیو کې مالدار خلک دي، قوتنو ته ضرورت ده، د مالدارو ته قوتنونه جوړ سي، ډېر مشکلات به دوی په انشاءالله رفع سي. په دغه باندې ډېروالی په واردولو د غنمو کې دغه ولایت کې یو برنامه ده، کار د بدلې غذا په دغه کې موږ سره همکاري وسي، خاصه توجه وکړي. نو انشاءالله دا به هم یو زمینه د کار خلکو ته برابره کړي. په بعضو ولسوالیو کې مو ګودامونه شته دي، په بعضو کې اشد ضرورت ده، لکه د علي اباد ولسوالي ده، ارچي ده، قلعه زال ده، په دو کې ګودامو ته ضرورت لرو. موږ پرون قلعه زال ولسوالي ته تللي وو، هلته مو سفر درلودلی. نو یو مشکل دغه و، او موږ چې څومره وکتله نو دلته ګودام ته هم دوی ضرورت درلودنه. بعضې نور کارونه دي، لکه د اشتیارچي ولسوالۍ کې یو سربند ده، ډېر مهم سربند ده، له دغه سربند نه ډېره مځکه اوبه کېږي. مخکې پې کار سوی و، هغه کار یې ناکامه ده، صحیح نه ده. خوجای غار د تخار مربوط ولسوالۍ ده، دا هم له دغه سربند اوبه کېږي. نو دا ډېره ضروره ده چې په دغه سربند باندې کار وسي، بیرته جوړ سي. نو انشاءالله د خلکو ډېر مشکلات به حل سي په دې سره. د فعلن لپاره دغه د خلکو یو عمده ستونزه ده. نو معین صاحب محترم نم دا هیله ده، دغه بعضې مشکلات دي موږ د دو ارزیابي دوی وکړي، دا ځان سره یاداشت کړي، دې ته یې خاصه توجه غواړو. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایو، الله پاک دې هر کله راولي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشبختانه امروز از اثرات جنگ یا از اثرات دفاع اشغالگران یک جنازه هم ما نداریم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! به خاطر اطمینان دادن مامورین و منصوبین ریاست زراعت می خواهم معلومات ارائه بکنم و اطمینان بدم. در قدم اول همه متخصصین و کسایی که در بخش زراعت تحصیل کردن امروز اینجا به نظر می رسن ای علامه تعهدشان به ملک و به ملتشان است که هیچ جایی نرفتن و تعبیری خوبی کردن از این تحولات که اینجا ماندن. لذا امارت اسلامی به شما اطمینان میدهد که زمینه خدمت قسمی که شما عمر خود مصرف کردین و به ارتباط انکشاف زراعت یا خدمات اجتماعی را که به ملتتان عرضه بکنین تحصیل کردین و مصاریف کردین و وقت خود ضایع کردین، زمینه را مساعد میسازد ان شاء الله. به اطمینان خاطر شما کار بکنین. درست، حالا خزانه دولت و نظام
بودیجیش کمتر است، با شما معاشتان کمتر میدهد. انشاءالله روزی فرا رسید که دوباره معاش شما دو چند و سه چند خواهد شد. افتخار میکنیم که اگر ما گرسنه نباشیم، پای برانه باشیم و یا بروی خاک بنشینیم، ولی آزاد باشیم و آزاد حرف بگوییم. ای با ما افتخار است. منصوبین امارت اسلامی بخصوص در مدت 20 سال به خاطر دفاع از ملت و میهن، دفاع از اسلام و از مقدسات دینی بدون معاش وقت خود گذراندن و در خدمت ملت و دین خود قرار گرفتن. شما خیر است اگر معاشتان نیمه می شود، حوصله بکنین، جای است که صبر بکنین. هموطنان عزیز، امروز نظامی که در افغانستان حاکم است، از داخل کشور و بیرون از کشور حرف از این برده میشه که یک کابینه غیر مسلکی و غیر فنی، غیر تکنیکی، لذا ما امید خدمت، توقع خدمت را از این نداریم. درست؟ یا حرف است که در میدیا هم بالا میشه. ما یک چیز خدمات متخصصین و مفکرین و دکتر صاحبه قبلی را برای شما عرض میکنم. البته آن هم در بخش زراعت. مامورین زراعت ما با اصطلاحات زراعت بلد هستند، با اصطلاحات اداری زراعت بلد هستند. ما در زمانی که سنگرمان گرم بود، شعارمان ای بود که کسایی که در افغانستان آمده نه تنها دشمن اسلام و دین هستند، بلکه دشمن ملت و وطن هم هستند. یکی از دشمنی های از یا تخریب سقف تشکیلات اداری و واحدهای اداری افغانستان است. به انداز سقف تشکیل در هر وزارتخانه خراب کردن که امارت اسلامی کسایی که درس اداری و اداره ساختن یاد دارن و تشکیلات با اصول تکنیکی و فنی یک کشور آگاهی دارن، شب و روز کار بکنن، در یک سال نمیتونن که دوباره سقف تشکیل کما فی السابق جور بکنن. طوری مثال، وزارت زراعت یکی از نهادهای اقتصادی و امرار معیشت ملک است که 85% زندگی طبعی این کشور مرتبط به زراعت و مالداری است، ولی ای را به انداز تخریب کردن و خراب کردن. اگر ما امروز از وزارت زراعت حرف میبریم، وزارت زراعت وجود نداره. با تعریف شما و مسلکتان، زراعت عبارت است از خاک، نبات، آب. وزارت زراعت شما در تشکیل املاک و اراضی نداره، زمین نیست. وزارت زراعت آب نداره که بخش عمدیش آب است، آب هم نداره. وزارت زراعت کانال نداره. وزارت زراعت تخم بذری نداره. وزارت زراعت کود کیمیایی نداره. وزارت زراعت مدیر ریاست ارزاق نداره. سیلوها از پیشش رفته. تنها و تنها به عنوان منابع طبیعی و یا مالداری اگر حرف بزنیم تا باغداری، این زراعت افغانستان است. در یک بخشی کوچکش به شما پیش میکنم، یکی از کشورهای نزدیک به ما در بخش آبیاری 40,000 بست دارد، 40,000 پرسنل کار میکنند. شما به عنوان وزارت زراعت در بخش زراعت در آبیاری 36 بست دارین. پس یک متخصص ما در بخش زراعت که تحصیل کرده با ملت خود چطور میتونه خدمات زراعتی پیش بکنه؟ در تاریخچه زراعت اگر نظر بکنین، طولانی است که ابتدا
آمریت از ریاست میشه از یک بخش به دیگه جا میره از یک وزارت به دیگه وزارت بالاخره مستقل ریاست از این وزارت تشکیل میشه یک وقت 15,000 سقف تشکیل وزارت زراعت 15,000 پرسونل و تقریبا 5,000,000 متر تن گندم است در اثر خشکسالی امسال باراپوری که به ما مواصلت ورزیده 1,000,000 متر تن گندم عقب رفته این 4,000,000 متر تن گندم محصولاتی ماست نیمایی ضرورت ملت ما پوره میشن نیمایی ما محتاج به بیرون هستیم ولی در مقابل که پولایی که دکتر صاحبا آوردن سقف تشکیلم خراب کردن جزیترین خدماتی چشمگیر در اختیار ملت و مردم قرار ندادن عزیزان محترم یک کشور اقتصادش در وقتی ترقی میکنه که سه نهادی بزرگ اقتصادی خود را رشد بده دارای سه نهاد اقتصادی باشه که تجارت، صنعت، زراعت از نقطه نظر تجارت یا از نقطه نظر صنعت شما هر یک کدامت خوبتر میدانین که صنعت ما طوری است که تانوز همگان نیست که کل ملت ما بفهمه که ما در کشورمان کارخانجات داریم، تولیدات داریم، چیزی هست که مشکل نیازی مردم ما را پره بکنن. گرافش خیلی پایان و صفر است. در بخش تجارت، تجارت ما یک طرف است. به یک جاده روان است. صرف از بیرون ما هر چی را که وارداتی تجارت داریم. پلاستیک هم میاریم، هر چیز. آنچه که مبتزلاتی که بدبختی اطفال و ملت ما تمام میشه ما او را میاریم علاوه از ضرورتی معیشت من. فقط و فقط 5% یا 10% ما تجارت صادراتی داریم که اونم محصولات زراعت است. با تأسف همین محصولات زراعتی شما یا میوه خشک یا میوه تازه است. با اقرار خودی از یا از عراق الی افغانستان 14 تریلیون دلار مصرف کردن کسای میمونای ناخواسته که اینجا آمده بودن. خامخواه با اقراری اینجا یک 3 الی 4 و 5 تریلیون یزی در افغانستان مصرف شده به خاطر ایجاد یا وارد کردن گاز ضد عفونت میوجات یا صادرات بیرونی ما که به بیرون ببریم یک شرکتی که اگر او ممکن به 1,000,000 دلار سرمایه هم ضرورت نداشته باشد ایجاد نکردن تجار ما که محصولات زراعتی ما را میبره در بندر 1 ماه 20 روز 15 روز موتر ازی استاد میشه تا که او کشور گاز ضد عفونی استعمال بکنه و را ببره این متخصصین است آن هم که ای بیشاره بعد از انتظاری 1 ماه محصولات زراعتی ما را صرف به مندهی 1 ملک میرسونه به مارکت بلملالی ما را نداریم جزیترین لابراتواری که با معیارهای بین المللی با معیار جهانی که او ساخته شده باشه با اساس ما اینجا پروسیس بکنیم و او را در افغانستان ما یا انار ما یا کشمش و بادام ما بیرون بروه این وجود نداره لذا از مندهی دیگه ملک محصولات ما را میگیره خوبترین و با کیفیت محصولات ما را میدن پاکستان میدن، هندیا میدن، چینا میدن، ایران میدن، ترکیه و فلان فلان نشته میشه بیرون میرم. ما در مارکت بین المللی سرتیفیکیت برای تجارت میوه‌جات و محصولات خود نداریم. یعنی افغانستان وجود نداره، چیزی هم نداره. کسایی هستند که بودن که گویا سیاست هم میفهمیدن، کابینه متخصص هم اونها بودن، دکترام داشتن، و ماستریم داشتن در بخشی هر یک گویا مطابق فن خود وظیفه داشتن شرکت سهامی برای دزدی یک شرکتی انکشافی میده به عنوانی که به هر عنوانی خدا کند که بزرگای ما آزرده نشوه جور کردن فقط و فقط به خاطر اختلاس از هر وزارتخانه و اما ریاستی که زیاوایی بود گرفتن و یک شیردان و نلکه را به ارگ جاری کردن همونطور میرفت امی شرکت اختیار داره برای از اختیار داده شده از 2 لک الی 12 لک معاشات پرسنل عزیز
اینا متخصص بودن. ممکن که یک میلیارد دلار اینجا سرازیر شود. لیکن کلا و هاشا به این چیز متعهد است تا آخر باقی میمونه انشاءالله. دو به دوم اصل وفادار و متعهد با ملت خود است. عزت ملت، مال ملت، خون ملت، آنچه که تعلق به این ملت غیور میگیره با این متعهد است که به هیچ کس اجازه نمیده که بالای از این تاخت و تاز و تجاوز بکنه و بی‌عزتی و بی‌آبرویی بکنه. شما دیدن که امیرالمؤمنین بعد از فتح یک عفو عمومی را اعلان کرده. این بیشتر جرأت نخواه. کسایی که کلاگا که هسته ای داره جرأت کردن نمیتونه. عفو عمومی را خب بعد از خروج رو شوروی هم مجاهدین اعلان کرده بود. لیکن عفو عمومی به یک فاجعه تبدیل شد. نگاه کردن این عفو عمومی این بزرگترین کمال است. که تا امروز در طول 5-6 بلکه از اعلان تقریبا سال میشه عفو عمومی. تا هنوز جزئی‌ترین کاری صورت نگرفته که اون ملت نگران بسازه. و به این متعهد است ملت خدا نمیگذاره که هیچ کس به عنوان این و آن برنجانه یا به عنوان این و آن ترک بکنه، یکی را به یک عنوان، دیگری را به دیگر عنوان، دیگری را به دیگر عنوان این ملت پاشان بکنه و پریشان بسازه. لذا متعهد به ملت است که متعهد در یک فضای آرام و آسایش و رفاه زندگی بکنه. سوم متعهد به وطن خود است، چی در بخش دفاعی باشه و چی در بخش عمران و بازسازی باشه. شما شورای سالنگ تیر می شدین. 4 مرتبه بودجه به سالنگ به خاطر بازسازی و ترمیم راه سالنگ ورداشته شده. 4 کیلومتر را خاک هم ننداخته بودن. ما در داخل افغانستان 9 روز مسلسل دریوری کردیم، مانده نشدیم. وقتی که ما به کابل می رفتم ما به سالنگ از کار افتیدم، من دریوری را به کسی دیگه دادم. ولی امروز شما میبینین کمتر از 20 روز توانست امارات با کمترین هزینه و بودیجه ای را به شما هموار بسازه تا ترانسپورت ما آسوده تر ارور و مرور بکنه. کانال از قشتبه دایزن کرده. واقعا جای ستایش است که بهترین یک پیلان است. متاسفانه هیچ کاری براش نشده. دریای آمو تقریبا 65% یاره آب افغانستان تشکیل میده، لیکن 1% ما از پیش استفاده نمی کنیم. 35% کشور تاجیکستان آبش به این قد میشه، 10% استفاده میکنن. لیکن در کنار امی دریای آمو تقریبا 1 میلیون هکتار زمین ما قابل زراعت داریم. اگر یک پروژه آب انداختن به دل و سطل اگر در این سال 20 سال اداست میشد به هزارها هکتار زمین، به صدا هکتار زمین اینجا آبی میشد. کسی نتانستن که امی آب گرفته به زمین یا نکردن، نتانستن نیه میتانستن ولی نکردن به خاطر از اینکه به این وطن اونا متعهد نبودن. متخصص بودن، دانشمندا بودن، مفکرین بودن، ولی نه متعهد به وطن بودن، نه به دین بودن، نه به ملت بودن، تا که تانستن به خاطر منافع شخصیشان کار کردن. در نتیجه تقاضای ما از شما ملت ایست که به حرف این و آنی دعوتگرایی که این مقاومت دوم است، سوم است، چهارم است گوش ندهین. با پوریجه هایی که اینجا میاد گاه نماز 2-6 رکعت میخوانه و گاه 8 رکعت میخوانه و گاه 12 رکعت میخوانه، با این پوریجه های استخباراتی گوش ندهین. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. باید ذهنیت شما این باشه که وزارت زراعت یک وزارت مصرف کننده است، یک وزارت خدماتی است. درست مصرف کننده است و خدماتی است، لیکن عایداتی هم است، عواید هم داره. تنها راپوری ولایت قندوز شما شنیدین، در سطح کشور از روزی که امارات در کابل مسلط شده بیش از 4000 لک روپه ما به خزانه از طریق زراعت تحویل کردیم. اگر ما زمینای غصبی را، آنچه که قابل مزرعه است، او را ما کنترل بکنیم با همکاری نیروهای امنیتیمان و او را یا ما به اجاره یا خود بکاریم یا زمینای باهری است که ما از طریق ترویج تکنولوژی های جدید او را زمینای کم یا بزرگ زیاد است یا کم آبیاری بکنیم، ما آبریزه ها را کنترل بکنیم و اطراف آبریزه ها را با تکنولوژی جدید که اینجا وزارت یک ریاست ایجاد کرده به عنوان ترویج تکنولوژی های جدید از طریق از اون ما سرسبز بسازیم،
ان شاء الله امید است که عوایدی وزارت زراعت ما به سال آینده 4 چند و 5 چند شود. این کشاورزی زراعتی را با خود بگیره. اگر ما بتوانیم که بانک انکشافی زراعتی را تشکیل بدیم، زراعت خود انکشاف داده میتونیم. اگر این امارات به ما منظور نکنه، یا این است که با قسمی که فعلی روان است پس دوباره این نظام هم به ما خط بروه، در 100 سال دیگه زراعت ما انکشاف کرده نمیتونه. و این انشالله امارات متعهد است خدمات زراعتی را و عرصه های خدمت زمینه خدمت با متخصصین زراعتی و برای پرسنل زراعتی فراهم خواهد ساخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چشمگیر در ولایت قندوز وجود داره که در وزارت هم عرایز اقوام متعددی به ما مواصلت ورزیده. دیروز در تخار ما بودم، به اونجا هم عرایز آمد و حالا هم در ریاست کسوی آمدن تیار هستن که مشکل دارن. فصل بهار در حالت فرارسیدن است و ولایت قندوز دارای علفشری وسیع هست و فضا و هوای قندوز گرم است نسبتا از دیگر ولایت هم مردمی مالدار مالاش اینجا میاید. با تاسف در زدمندای گذشته و در این نظامای گذشته هر کس سر خود املاک دولتی را چی مالچر بوده یا غیر مالچر بیجا تصرف کردن، غصب کردن. ما اینوان غصب میبریم. برای سروی از یه امیر المؤمنین هدایتی خاصی دادن که باید تماما املاک های سلطانی در هر جا و در هر کنار در هر کوشه افغانستان است سروی شوه. انقریب پیلان و لایه ایکاری از او زیر فعلا زیر بررسی و زیر کار است. هر وقتی که به سر برسد سروی عمومی در سراسر افغانستان جور میشه. به خاطر استرداد همچون املاک های سلطانی یک قطعه نظامی را هم ما منظوری گرفتیم در اختیار وزارت زراعت است. اگر کسی خوب تسلیم کرد بسیار خوب. ندارست ما اولا از طریق نیروهای امنیتی همو ولایت ما کار میکنیم. اگر اونا یا همکاری نکردن یا این است که غیر فنی بودن یا ذهنشان نرسید با او چیز که یا مسائل قومی و دیگر اینجا پیش شد، ما توسط قطعه مرکزی برای از این موضوع قسمی که یک مجاهدت در برابر اشغالگرا کردیم در برابر غاصبین هم امارات اسلامی مصمم است تا این سرمایه ملی را واپس بگردانه و به ملت واپس بکنه. لذا اینجا در ارتباط علفچرا در مجموع و بخصوص در دشت یودان اینجا مشکلاتی هست. ما از نیروهای امنیتی خود، از قماندان سیب امنیه، از والی سیب محترم، از ریاست امنیت و در تماما کسایی که اینجا برای امنیت ولایت هستند جدا خواهش میکنم که امرای ریاست ایرا همکاری بکنن تا در مابین قوما نزاع نیفته و مشکلات مردم رفع شوه. این حق ملی مردم است، هیچ کس شخصی کردن نمیتونه. به هر عنوانی به عنوان قطن ارت یا فلان فلان هر کس که جور کرده، این از طرف وزارت زراعت داده نشده، سند شخصی نداره، این شخصی شدن نمیتونه، این مال ملی مردم است. در همین یک مربع زمینی که در دشت یودان است یک قنداری که از قندار میاد حق داره، یک ترکمنی که از حیرتان میای حق داره و یک کسی که بوبی که از غور میای او حق داره، کسی از سری بدخشان میای حق داره، حق مردم قندوز حق داره. درست حق اولیت به کسی که میرسه. هیچ کس پنج گوسفند سری قله غور اینجا پیش انداز کرده نمیای، زیاتر پس در خدمت امی قندوزی ها و اطراف ولایت اطراف قندوز است. این معذره را من جدا خواهش میکنم که نیروهای امنیتی ما هرگاه که رئیس زراعت صدا میکنه به موقع برسین تا ای که در موبایل مردم قلمقال نشه و همگان از این استفاده بکنن. برای احساس مسئولیت باید این مال ملی و حق ملی این کشور و این مردم ایتبره، حق مجاهدین این خونبهای شهدار ایتو استعمال شخصی و به نفع شخصی استعمال نکنه، او را به امارت تسلیم بکنه. اگر تسلیم نمیکنه امارات در این مورد مصمم است بخواه نخواه کسی ما جهادمون در برابر ابتداش در برابر ظلم و فساد بود. در وقت اشغالگر اینجا نبود، لیکن برای ما یک جنگ تحمیلی امریکایی اینجا کردن. ابتدای تأسیس امارات اسلامی به خاطر از بین بردن فساد، به خاطر از بین بردن ظلم و به خاطر دست گرفتن غاصبین و کسی که یه حق امارت است که دست ظالم هم میگره و دست مظلوم هم میگره و حق باید به حقدار برسه، کسی برای حق کسی تجاوز نکنه. اگر
قانونچه الفچرا یا جنگلات توری حق داد با او قریه نزدیکتر با اونجا او حقش محفوظ است او چه قسم حق میگه الحمدلله به طور تحدیث نعمت به او ایو چه او ممتاز ولایت دی دا چه دا کندوز ولایت یو زراعتی ولایت دی دا افغانستان کندو ورتوائی کندو د افغانستان د کندوز ولایت دی پر نفوس ولایت دی مهم ولایت دی البته په ټول انقلاب کې خصوصا د امریکایانو د دې کرغیړن اشغال په دور کې ډیر زپل سوی ولایت دی تاسو یقین وکئ د کندوز د ولایت اغه بازی خاطرات چې دلته د خلکو سره دي اغه نه هیریدون کې دي د دشتیارچی د ولسوالۍ څخه یو وار د دې ولسوالۍ دا یو نیم لک نفوس شاوخوا په دې شپېته کیلومتره دښته کې د سرطان په میاشت کې پیاده د دشتیارچی د ولسوالۍ د کندوز تر ولایت مرکز پورې راغلی دی د دې جنگونو په نتیجه کې حتی چې داسې سوي دي چې د زنانو څخه د بیبیانو څخه خپل بچیان ماشومان په لاره کې ولیدلی دي او تر ننه پورې ورک دي د دې ولایت عام خلک الحمدلله ډیر مجاهد پروره خلک دي مجاهد خلک دي دا بعضی خاطرات ما عرض وکړ چې نه هیریدونکي دي دلته بعضی ملګري ناستې شاید د دوی په یاد وي داسې هم سوي دي چې په کندوز کې په هغه سختو شرایطو کې چې د امریکایانو چاپې به وي او بمبارونه به وه یو سړي چې مثلا نن د دوشنبې په ورځ باندې زوی ته واده کړی په راروان بیګا چې د سې شنبې شپه ده مجاهدین د کور ته میلمانه راغلی او د په کور کې یوه کوټه ده هغه ناوې او هغه زلمی سره د مور او پلاره د اور په ځای کې د اور په برنده او په کوټه کې شپه تېره کړې ده خو هغه خپله هغه کوټه چې د واده زلمی د ځان دپاره تیاره کړې ده هغه یې مجاهدینو ته ایله کړې ده داسې هم شته داسې ملتونه به ډیر کم په بل ځای کې پیدا شي داسې مخلصین به ډیر کم په نورو ځایونو کې پیدا شي نو ګرانو مشرانو د دغه ملت هغه ستړیاوي هغه ستومانتیاوي چې زموږ او ستاسې سره یې په طول د دې شل کاله کې خصوصا په طول د دې شل کاله کې د امریکایانو د کرغیړن اشغال په دور کې کم تکلیفونه تیر کړي هغه باید هیڅ کله هیر نکو انشاءالله نه به هیرو قدرمنو مشرانو خصوصا جناب معین صاحب بعضی خبری زه کوم چې هغه هیله لرم امید کوم چې هغه تاسې په خپلو یاداشتونو کې د ځان سره ولیکئ زموږ د کندوز په دې څو ولسوالیو کې یوه مهمه ستراتیژیکه ولسوالي چې د چاردرې ولسوالي ده د جنګونو په اثر کې د امریکایانو د بمبار په اثر کې د ولسوالۍ سره نږدې شاوخوا چې کم کلی پراته دي چې پورته طرف کې یې مشهوره قریه قصاب او په لاندې کې یې نهر صوفي او دا خالازی او وغیره چې کم لوی لوی کلی پراته دي قریتیم د امریکایانو د بمبارونو او د هغو د جنګونو او د ظلمونو په نتیجه کې په زرګونو کورونه او په لسګونو په شلګونو کلي هلته امریکایانو تخریب کړي بمبارونه ورباندې سوي چې خصوصا د هغو خلکو د آبیارۍ سیستم مکمل خراب دی د هغو خلکو ولی بندونه مکمل تخریب سوي دي د هغو خلکو د هغه زارعینو لاري سړکونه هغه مکمل تخریب سوي دي دا چې موږ او ستاسې د زراعت یو دهقان
د هغه ځای خپل سبزیجات او میوجات مرکز ته یا ولسوالۍ ته یا بل ځای ته انتقالوي، نو د انتقال لپاره یې لار نه لري. ښاغلي میلمانه کولی سي چې د یو باصلاحیته هیئت په استولو باندې دا په خپله مشاهده کړي. انشاءالله داسې به وي که نه؟ دویم، زموږ د کندوز ولایت د مرکز مربوط چې اوس مستقله ولسوالۍ تشکیل لري، اوس ولسوالۍ ده، د ګورتیپی ولسوالۍ د اسقلان سیمه، په هغې کې یو کلی د تبرکش په نوم باندې، شاید دلته دغه کلي څوک اوسېدونکي به وي، د یو کلی د یوې ډلګۍ تر سل زیات کسان شهیدان لري. د یوې ډلګۍ تر سل زیات کسان شهیدان لري، د یوې ډلګۍ. حال دا چې هلته ډېرې ډلګۍ دي، یعنی که دا اوس هم تاسې ورسئ هلته وګورئ، په جریبونو جریبونو مځکو باندې د هغه شهیدانو مقبرې دي چې دا اوس هم بیرغونه ورباندې ولاړ دي او خلک یې ویني. د دغې منطقې چې په لویه کې اسقلان یادیږي، داسې اساسي کار د هغو په ابیارۍ کې تر اوسه پورې نه دی سوی. سربند یې اوس هم مولوي صاحب ته معلومات دی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی، چې خصوصا د جوزا، سرطان، اسد، سنبولې په دغو میاشتو کې چې اوبو ته اشد ضرورت دی، هغه خلک د اوبو د لوی مشکل سره مخامخ دي. د اسقلان د کانال سربند چې ډېر مشکلات لري او سره د ناره یې، البته مجاهدینو په دغه وخت کې چې د امریکایانو ظلمونه، بمبار، جنگونه، هر څه به و، مجاهدینو کاملا رسیدګي د خپلو امکاناتو موافق ورته کړې ده. دریم، موږ دلته د امام صاحب په ولسوالۍ کې څو کلي داسې لرو چې هغه څو کاله مسلسل د جنگ اوله کرښه پاته سوې ده. مثلا جوی بیګوم، قرغز، گنبز، نوابات، اسماعیل کشلاق، علي بیردی، قرغان تیپا و غیره. دا هغه کلي دي چې دا څو کاله مسلسل د جنگ کرښې اول خط پاته سوی، امریکایانو نهایت ډېر بمبارونه ورباندې کړي دي، چې د هغو خلکو زراعت مکمل تخریب، مځکې یې دا څو کاله شړي، چې هغه اوس په آبادولو باندې ډېر مصرف او ډېر زیار او ډېر تکلیف ته ضرورت لري.